بله به بحث کوچ اجباری عرب فلسطینی از از شمال به جنوب که رهروی ایمن برای آنها باشه که در رافیه بیان و خیمه هایی که برای آنها زدن از نظر امداد رسانی بر حال داروی تغذیه خوراک و سوخت که به آنها میرسه با وجود اینکه گمان میرود که بیشتر امدادهایی که از کشورهای عربی حالا از طریق مصر و آنها از طریق قطر ترکیه و کشورهای عربی و اسلامی دیگر میرسد به خاطر تسلط کامل حماس و شبه نظامیان گروه های تروریستی اونها و لباس شخصی که ما آشنایی داریم با این اصطلاح که دست بر نخواهند داشت از آنچه که امداد هایی که امداد رسانی که با آنها میشه و آنچه که بر حال در سه هدف به اسرائیل در آنچه که نیتانیو مطرح کرده یکی اینی که هستش که مسئله بازدارندگی هستش و از بین حماس و یک دوم بازگردانیدن هایی که در حال حاضر دختران و بچه ها و غیره که در اختیار حماس نیز می باشند و بخاطر تهاجم وحشیانه که آنها به فستیوال موسیقی در رئیم داشتند و تجاوزاتی که به زنان دختران و غیره که پی در پی شده بود حتی بس از بارداری آنها نیز می شود که هنوز در گروگان و اسارت حماس به سر می برند. و هدف سوم اطمینان از اینکه که قصد دیگر تهدیدی برای اسرائیلی نخواهد بود و نه لاهه و نه محبر شرارت میتونه بیاد از اسرائیل جلوگیری بکنه که هم عرب فلسطینی به خانه خودشون بگردن و هم کوچ اجباری 250 هزار نفر از شمال جنوب به خاطر اسبولا و حماس و موشک پرانی نیز بتونه جامعه عمل بپوشانه از این نظر که آنها نیست به خانه خودشون بازگردن ولی در حال حاضر آنچه گفته میشه عرب فلسطین نمیتونن به خانه خودشون بازگردن به خاطر اینکه در امن نخواهند بود برای اینکه زیر مساجد زیر مدارس در خانه های تیمی که آنها داشتن دارن جنگ رو در رو نکومات اسرائیلی با این جنگ جوان سیز جویان دارن و همینطوری گفته شد نیروی ارتش دفاعی اسرائیل به درگیری با جنگجویان حماس در این خانه های تیمی خانه هایی که پر از تسهیلات و مسل... و آنان با آرپیجی مسلح هستند بگونه که پیش می که نیرو سری همچنان در حال کار برای تخریب تونل های زیرزمینی حماس هستند که میلیاردها دلار صرف هزینه آن به جایی که امدادرسانی مدارس بسازم و بهداری بسازم و کمک رسانی داشته باشن به افرادی که در اونجا بودن به دنبال انفجار تونل هایی هستن که زیر مساجد مدارس و بهداری ها و بیمارستان ها بنا شده و انفجار تونل های تونل ها نیز خطر ریزش ساختمان رو در طول مسیر به همراه داره و جنگجوی هماس همچنان می سعی کنند با یعنی با عنوان لباس شخصی با عنوان غیر نظامی ما دیدیم که در کنار گروه تروریستی نخبه که در شمال نیز رزوان خوانده میشن با وجود ترور یکایی که فرماندهان گردان هایی که در غزه بودند یا اینکه در شمال یا اینکه حالا از رضی موسوی موسوی گرفته تا یکایی که دیگران صحبت از این هستش که ما نمیتونیم اجازه بدیم بر طبق آنچه که ده حتی در نیویورک تایمز آمده یعنی بازگو میکنه آنچه که نتانیاهو در رسانه های خارجی داره مطرح میکنه و مخاطبون فقط مردم اسرائیل نیستن بلکه جهانیان هستند که این ترور تا جایی که ممکنه با روی روی ارتش دفاعی اسرائیل در قبال تروریست ها که میتونه با آسانی به اروپا بیانجامه و یکایی یک که گروه های حسی تروریستی که حالا داعشی هیتلریز هیتلری که به گونه تهاجم میبرند و بیش از چرا که نوزاد بودک و سر بریدند یک را در اجاق گاز سوزانیدن و به دختران و زنان پی در پی آمدن و تجاوز کردند و اونها رو کشتند و سوزانیدن با بمپای انفجاری که به 400 درجه نیز میرسه راهی رو برای اسرائیل باقی نگذاشته تا اینکه هم برای عرب فلسطینی که به خانهای خودشون بعد از بازسازی که نیاز به دستکم کم 15 میلیارد دلار حتما از بودجه مملکتی نیز در این قسمت جهاد سازندگی سهیم خواهند بود چه ترکیه چه قطر و کشورهای دیگه آمی. که در این راه رو بوجای کلیونه در کار حماس گذاشته بودن به جای اینکه بیان برای امداد سنی برای مردم و حاکمیت مردمی داشته باشه تبدیل شد به حاکمیت تروریستی در غزه که مردم خودش رو در حال حاضر به اسارت گرفته و آنها رو به عنوان سپر بلای خودش به برای پیشبرد اهداف خودش به این گونه داره عمل میکنه